همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من همراهه. آقای کاظمیان، بخشی از فضای رسانه‌ای رو دیدیم، اما بیشتر از شما بشنویم از سانسوری که در رسانه‌های کشور است. وقتی 24 ساعت قبل از این تغییر وضعیت اقتصادی، رهبر جمهوری اسلامی میاد تاکید میکنه که همه نهادهای حکومتی و مردم باید حمایت کنن از دولت، طبیعتاً تکلیف رسانه ها مشخصه. رسانه های رسمی مثل صدا و سیما، مثل خبرگزاری وابسته به دولت، اونها که طبیعتاً میان پشت دولت. و جالبه که اون مواردی، اون برنامه هایی که قبلا مثلا در دولت روحانی اگر انجام میشد مورد حمله اینها قرار میگرفت، حالا دارن تمجید میکنن، ستایش میکنن از دولت رئیسی و ایستادن پشت این برنامه ها. برنامه هایی که بسیار پرهزینه هستش برای لایه های مزبگیر، حقوق بگیر و طبیعتا اقشار نابرخوردار. و جدای از این، اون خودسانسوری که تحمیل میشه به رسانه های دیگه، یعنی عملا امروز صفحه اول روزنامه ها رو وقتی نگاه میکنیم، هیچ نشانی حتی در روزنامه هایی که مستقلتر هستن، نشانه ای از این گرانی ها، این نارضایتی های اجتماعی و در اون صفحه اول مشاهده نمیشه. حالا بماند که اعتراض ها هم بازتابی نداره. البته تلاش کردن برخی روزنامه ها که واکاوی کنن مسئله رو در وجه اقتصادی به ویژه، یعنی به تعبیری از زاویه کارشناسی بپردازن به مسئله اقتصادی، اما اونجایی که گره میخوره با اعتراض های اجتماعی، اعتراض های سیاسی که طبیعتا هدف قرار داره ساختار حکومت رو، اونجا دیگه کاملا با یک خاموشی و یک خودسانسوری، یا به تعبیر دقیق‌تر سانسور روبرو هستیم. چرا؟ چون عملا این رسانه ها زیر نظر و زیر فشار نهادهای مختلفن، از نهادهای اطلاعاتی امنیتی گرفته تا شورای عالی امنیت ملی تا وزارت ارشاد، توصیه ها، دستورالعمل هایی که در این جور مواقع افزایش پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه این وضعیت رو تا حد امکان بتونن با سانسور از جهت اطلاع رسانی محدودش کنن. خب چقدر این فضایی که دارن اعمال میکنن بر روند اجتماعی و سیاسی اثر میذاره؟ این واقعیت اینه که اون علامت سوال رو نمیشه با پاک کردن پرسش به کنار گذاشت. پرسش ها، اعتراض ها، اپاما وجود داره، حتی اگر با سرکوب موقت در خیابان الان به خاموشی بره، یا حتی اگر با سانسور و تحریف حقیقت به نوعی کتمان بشه. و اونچنان که میبینیم مثلا در روزنامه کیهان یا رسانه های حکومتی، این بازتاب اینها در رسانه خارج از کشور پروژه دشمن خوانده میشه، یا فعالیت های جنگ روانی رسانه های معاند به تعبیر حکومتی. واقعیت همینه که حتی وزیر کار داره میگه تو 4 روز گذشته 2 میلیون نفر اعتراض کردن از طریق تلفن، سایت، نهادهای مرتبط به این شکل پرداخت یارانه ها. این گزارش رسمیه. جالبتر، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه به نوع انتقاد کرده از گزارش های رسمی، گفته که ادعا شده که 72 میلیون نفر یارانه میگیرن، در حالی که حتی یارانه هایی که بیشتر پرداخت میشد شامل حدود 63 میلیون نفر میشد، و در حالی که الان خیلی ها میبینیم که از این فهرست یارانه ها خارج شدن، یعنی به خیلی از اقشاری که قبلا یارانه پرداخت میشد یارانه داده نمیشه. بماند که اون 400 هزار و 300 هزار تومانی که گفته میشه، حدود 100 هزار تومانش اون یارانه احمدی نژادی و یارانه دولت روحانی برای یارانه اصلی و یارانه سوخت، یعنی عملا میشه 300 و 200 هزار تومان. به این معنا میخوام بگم مشکل اصلی سیاست حاکمیت که پابرجاست، و این بحران اقتصادی با توجه به افزایش نرخ‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، و اعتراض‌ها به گمان من اگر الان ادامه پیدا نکنه در هفته‌های آینده افزایش